هدف اول، شما برای خوشنودی خدا آفریده شدید. آنان همچون درختان به دست خداوند کاشته خواهند شد و باعث سرافرازی و ستایش وی خواهند بود. اشعیا باب 61 آیه 3 قسمت ب کتاب تفسیری. روز هشتم، آفریده شده برای خوشنودی خدا. ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را برای خوشنودی خود آفریدی. مکاشفه باب 4 آیه 11 شریف. خداوند از قوم خیش رضامندی دارد. مزمور باب 149 آیه 4 قدیم. شما برای خوشنودی خدا آفریده شدین. در بعد به تولد هر یک از شما در اولین لحظاتی که پا به این جهان گذاشتید، خدا به عنوان شاهدی نامرئی با لبخندی بر چهره در اونجا حضور داشت. او اراده فرمود که شما حیات داشته باشید و تولد هر کدوم از شماها برای خدا خرسندی عظیمی به همراه داشت. خدا نیاز به آفریدن شما نداشت. با این وجود اراده فرمود که شما رو برای رضایت خودش بیافریند. شما برای انجام هدف، خرسندی، جلال و منفعت خداست که زنده اید. زیستن برای خوشنود ساختن خدا و خوشحال نمودن او اولین هدف زندگی شماست. اگر این حقیقت رو کاملا درک کنید، هیچ وقت دیگه با مشکل پوچی زندگی مواجه نمیشید. این مبین ارزش حقیقی شماست. شما برای خدا تا این اندازه مهمید و خدا برای شما آنچنان ارزشی قائله که مایل تا ابدیت با وی باشید. آیا میتونید چیزی والاتر از این پیدا کنید؟ شما فرزندان خدایید و خدا از شما به عنوان فرزندان خودش بیشتر از هر مخلوق دیگه لذت میبره. کتاب مقدس میفرماید که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم، به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. یکی از بهترین هدیه‌ای که خدا به شما عطا کرده اینه که از لذت برخوردار باشین. او به شما حواس پنجگانه و نیز احساسات بخشیده تا بتونید لذت ببرید. اون مایله که شما از زندگی لذت ببرید، نه اینکه فقط اون رو تحمل کنید. دلیل اینکه ما انسان‌ها از لذت برخورداریم اینه که خدا ما رو به صورت خودش آفریده. ما اغلب فراموش می‌کنیم که خدا احساسات داره. اتفاقا احساس خدا در مورد مسائل بسیار عمیقه. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خدا اندوهگین میشه، غیور است و خشمگین میشه، احساس ترحم، بخشش، تأسف و همدردی داره و همچنین او احساس خوشی، شادمانی و رضایت نیز داره. خدا عشق میبرزه، لذت میبره، خوشحال میشه، به وجد میاد، شادمان میشه و حتی میخنده. رضامندی خدا پرستش نامیده شده است. در کلام خدا چنین می‌خوانیم که رضامندی خداوند از ترسندگان وی است و از آنانی که به رحمت وی امیدوارند. هر آنچه که شما به عمل می‌آورید و مایه خوشنودی خدا میشه، عملاً پرستش خداست. پرستش همچون الماس دارای تراشه‌ها و کاربردهای متفاوتیه. درک مسئله پرستش خدا نیازمند نگارش چندین کتابه، ولی ما در این بخش از کتاب فقط به نمادهای ابتدایی پرستش نگرشی کوتاه خواهیم داشت. هر آنچه که به عمل می آورید و مایه خوشنودی خدا می گردد، عملاً پرستش خداست. دانشمندان علم انسانشناسی متوجه شدند که پرستش یک انگیزش جامع و جهانیه، یک نیاز درونیه که توسط خدا حتی در ریزترین سلول ها و تار و پود ما انسان ها نهاده شده. پرستش همچون غذا خوردن یا نوشیدن امری بسیار طبیعیه. اگر در امر پرستش خدا کوتاهی کنیم،
جانشینی برای اون پیدا خواهیم کرد. حتی ممکنه اون جانشین خود ما باشیم. خدا ما را با چنین اشتیاقی آفریده، زیرا اون مشتاق پرستندگان خودشه. عیسی مسیح می‌فرماید پدر طالب پرستندگان خود می‌باشد. با توجه به پیشینه مذهبیتون ممکنه نیاز داشته باشید که برداشتتون از مسئله پرستش رو گسترش بخشید. ممکنه به جلسات کلیسایی به عنوان سرود خوندن، دعا کردن و شنیدن موعظه یا جلسه برای اجرای یه سری مراسم مذهبی، روشن کردن شمع و شرکت در مراسم اشعای مقدس ربانی بنگرید. و یا اینکه جلسه یک کلیسایی برای شما به منزله یک جلسه شفا، دیدن معجزات یا تجربه جذاب و متفاوت باشه. پرستش میتونه شامل همگی موارد فوق باشه. ولی در این حال چیزی به مراتب فراتر از این تجلیاته. پرستش یک رویه زندگی است. پرستش چیزی به مراتب بیشتر از موسیقی است. برای بعضی ها پرستش مترادف با موسیقیه. این قبیل افراد میگن ما در کلیسامون اول پرستش و بعد تعلیم داریم. یک سوء تفاهم و اشتباه بسیار بزرگه. هر بخشی از جلسات کلیسایی پرستشه. دعا کردن، قرائت کلام خدا، سرایدن، اعتراف به گناهان، در سکوت دعا کردن، سکوت، شنیدن موعظه، یادداشت برداشتن، تقدیم هدایا، تعمید، اشعای مقدس ربانی، پذیرش و امضای کارت‌های تعهد و حتی سلام و احوال پرسی با سایر پرستندگان، همه با همه پرستش خداوندند. پرستش چیزی به مراتب بیشتر از موسیقیه. عملاً پرستش از نظر زمان ما قبل از پیدایش موسیقی وجود داشته. آدم خدا رو در باغ عدن پرستش نمود. ولی در هیچ کجای کلام خدا قبل از پیدایش باب 4 آیه 21 همزمان با تولد یوبال ذکری از موسیقی به میان نیامده. اگر پرستش فقط در موسیقی می بود، در این صورت تمام کسایی که موسیقی نمیدونن قادر به پرستش نخواهند بود. بدتر از این اونه که پرستش به غلط برای اشاره به نوع به خصوصی از موسیقی مورد سوء استفاده قرار میگیره. پرستش هیچ ارتباطی با پایین یا بالا بودن صدا و یا سرعت خواندن سرود نداره. خدا همه انواع موسیقی، اعم از تند یا آروم، با صدای بلند یا لطیف، قدیمی یا جدید، همه و همه رو دوست داره، چرا که خودش همه اونها رو ساخته. شما ممکنه از همه انواع موسیقی خوشتون نیاد، ولی خدا همه اونها رو دوست داره. اگه هر کدام از اینها در روح و راستی به خدا تقدیم بشه، پرستش خدا خواهند بود. مسیحیان اغلب در مورد نحوه اجرای موسیقی های کلیسایی که در پرستش استفاده میشه با هم اختلاف دارن و با احساسی تند از شیوه موسیقی مورد پسند خودشون به عنوان کتاب مقدسی ترین و خدا پسندانه ترین موسیقی دفاع می کند. ولی جالب اینجاست که در کتاب مقدس هیچ رویه‌ای برای موسیقی و پرستش ارائه نشده. در کتاب مقدس هیچ نوت موسیقی وجود نداره. ما حتی به لوازم موسیقی که در دوران نگارش کتاب مقدس استفاده شده نیز دیگه دسترسی نداریم. صراحتاً باید بگم نوع موسیقی که شما دوست دارین بیشتر از اون که دیدگاهتون رو در مورد خدا بیان کنه، بیانگر خود شما، پیشینه شما و شخصیتتونه. موسیقی یک قوم ممکنه برای قومی دیگر چیزی بیش از سر صدایی بی‌مفهوم نباشه، ولی خدا تنوع رو دوست داره و از همه اینها لذت میبره. اصولا چیزی به نام موسیقی مسیحی وجود خارجی نداره، بلکه اشعار مسیحی داریم. این کلمات هستن که سرودی رو مقدس و روحانی میکنند و نه موسیقی. شما نمیتونید هیچ نوت موسیقی را پیدا کنید که بتونیم اون رو نوت روحانی بنامید. اگر یک موسیقی تازه رو برای اولین بار برای شما بنوازند،
بدون اینکه کلمات شعری اون خونده بشه ممکن نیست بدونید که آیا این یک سرود مسیحیه یا نه. پرستش برای استفاده و نفع شما نیست. به عنوان یک کشیش بعضی وقتها یادداشت‌هایی به شرح زیر به دستم میرسه. از پرستش امروز خیلی لذت بردم. واقعا ازش استفاده کردم. این نیز یک تصور غلط پیرامون پرستشه. پرستش برای نفع بردن ما نیست. ما برای نفع و لذت بردن خدا اون رو پرستش میکنیم. وقتی پرستش میکنیم باید هدف ما این باشه که خدا از اون لذت ببره و نه خودمون. آیا هرگز چنین جمله‌ای گفتین؟ از پرستش امروز چیز آید من نشد. اگه چنینه شما با انگیزه و برای دلیلی غلط پرستش کردین. پرستش برای شما نیست بلکه برای خداست. صد البته اغلب جلسات پرستشی شامل بخش های همچون مشارکت، تقدیس و بشارت نیز می باشد که در این صورت منافعی در پرستش است. ولی ما خدا رو پرستش نمی کنیم تا خودمون رو ارضا کنیم، بلکه انگیزه ای ما از پرستش باید جلال دادن و خوشنود ساختن خالقمون باشه. در کتاب اشعیا نبی فصل 9 خدا از پرستش ریاکارانه و نه با تمامی دل شکایت میکنه. مردم دعای تکراری، ستایش های ریاکارانه، کلمات خالی و تشریفات و مراسم ساخته شده به دست انسان رو به خدا تقدیم می داشتند بدون اینکه به معنیش فکر کنند. دل خدا تنها توسط انجام سنت ها در پرستش لمس نمیشه، بلکه به وسیله اشتیاق شدید و تعهده. کتاب مقدس می فرماید این قوم با زبان خود مرا می پرستند ولی دل ایشان از من دور است. پرستش ایشان مراسمی سوخالی و انسانی. پرستش بخشی از زندگی نیست بلکه خود زندگی است. پرستش محدود به جلسات کلیسایی نیست. در سراسر کتاب مقدس و به ویژه در مزامیر به ما گفته شده که خداوند را پیوسته بپرستید و نیز اینکه از طلوع آفتاب تا غروب آن نام خداوند را ستایش کنید. در کتاب مقدس می‌بینیم که مردم خود را در